الله الرحمن الرحیم کاری که به نام تو کردم ابتدا یا رب به فضل خیش رسانش به انتها با نام و یاد خداوند منان و درود ویژه بر آخرین اش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم به خاندان پاک و برگزیده ایشان و همچنین عرض سلام و درود و ماندن باشی خدمت یکایک شما مؤمنان عزیز با تمام وجود تقدیم میکنیم به وقت بیداری امشب چهارشنبه شب رو از رسانه جهانی هادی در خدمت شما بزرگواران هستیم و افتخار بنده و همه عوامل فنی این شبکه ای هست تا بتوانیم در این خدمت رسانی همچنان همراه نگاه مهربان شما موفق و سربلند باشیم به صبرانه منتظر هستیم مانند چهارشنبه شب های گذشته تا به بازخانی نکات مهمی از معارف اسلامی در محضر استاد ارجمند استاد مجرب علوم دینی جناب حاج آقای رضوی بنشینیم استاد عزیز سلام علیکم وقت سلام علیکم رحمت الله محمد سلام دارم خدمت شما بسیار خوشحال هستم استاد امشبم به نمایندگی از عزیزان بیننده میزبان شما استاد عزیز هستیم و می توانیم در ادامه مباحث گذشته که مصادیق معروف و منکر هست و عزیزان حتما مباحث دنبال میکنن از شما بهره مند شویم استاد احوال پرسی داشته باشین با بینندگان و شو. ان الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم نبهنی عن نومت القافلین عرض سلام مجدد دارم محضر همه بینندگان عزیز امیدوارم در مسیر هدایت الهی همه عزیزان موفق و پیروز باشند استاد عزیز همونطور که بینندگان دنبال میکنن ما قریب به پانزده جلسه است شاید هم کمتر که در محضر شما مصادیق معروف و منکره دوباره مرور میکنیم نکات ارزشمندی را از لسان مبارک شما میشنویم و بسیار هم مورد پسند عزیزان واقع شده از واکنش هایی که عزیزان در فضای مجازی داشتند ما ایران میفهمیم و از شما تشکر میکنیم نیابت از بزرگواران و همچنین استاد انشالله امشب بخواهیم در مورد یک کلمه ای که چند وجهی هست در مورد این صحبت بکنیم کلمه به نام تنبیه استاد مقدمه ای دارین یا سوالاتی بفرمایید. عرضی که خدمت شما و همه بینگان عزیز دارم تبیین ارتباط مسئله تنبه با امر به معروف و نهی از منکرم تنبه یک امر دامندار و وسیع و گسترده هست شامل مشه هم موارد امر به معروف را و هم موارد نهی از منکر را ای برگشت داره به شناخت مفهومی که ما از تنبیه داریم ابتدا لازم مفهوم شناسی داشته باشیم چون پایه و اساس کار اینه که ما اول معنای یک چیز را قشنگ بفهمیم سوال را قشنگ مطرح کنیم و بعد در صدد پاسخ مناسب با اون چیز باشیم استاد ما میتونیم یک سوال در همین ابتدا داشته باشم بفرمایید بلازر از ما تنبیه همون چیزی است که فیزیک فیزیکی انجام میشه و بنای تعدیب کردن یک انسان مثلا یک پدر فرزند خودش بالاخره یک تعدیب فیزیکی میکنه یک مورد ضرب و شتم اینو کرده قرار میده به خاطری که اون ادب کنه آیا همین است هم در مفهوم شناسی به خاطر همین مطلب خدمت تو کردیم و خدمت بینندگان عزیز تا اول ما بفهمیم تنبیه معنایش چیه تا بعد مصادیقش رو پیدا کنیم و به خاطر این لازمه که مفهوم شناسی کامل داشته باشیم اون طوره که در کتاب های لغت عربی و همچنین مرادف های فارسی استعمال شده دهخدا خدا و امثال اینها تنبه را از نظر لفظی معنا کردن به بیدار کردن آگاهانیدن بی آگاهانی شوق ایجاد کردن و امثال اینها مونتا در عرف دینی ما اونطوری که از کلمات ائمه علیهم السلام استفاده میشه تنبه یک مفهوم عام میداره اول ما این مفهوم عام را بیان میکنیم تا بعد ببینیم فرق هایی که تنبه با تعدیب، حد، قصاص و امثال اینها داره چگونه هست؟ در عرف دینی و اصطلاح دینی ما تنبه به معنای بیدار کردن با یک پسوند است و اون پسوند غفلت یعنی وقتی ما در عرف دینی نگاه میکنیم تنبه را آمدن معنا کردن به بیدار کردن یا ایجاد یک محرک برای از بین بردن غفلت ها بیدار کردن از غفلت این کلمه در عرف ائمه ما علیهم صلوات الله اجمعین ذکر شده مثلا در مناجات شعبانیه این مناجات بسیار با عظمت که حضرت علی علیه و السلام اینا برای ما آموخته و به یادگار گذاشته داریم الهی این انامت نل عن الاستعداد للقائك فقد فقد نبهت به کرم آلائک ببینید در این جمله بسیار زیبای مناجات شعبانی که حضرت علی علیه السلام اینو بیان کرده ما به تضاد بین تنبه و غفلت پی میبریم یعنی تنبه کردن و بیدار کردن در حقیقت از پی یک غفلت است که برای انسان آرز میشه در این جمله حضرت آمانه درست این تقابل بین تنبه و غفلت را برای ما کاملا بیان کرده بفرماید بارلاها اگر غفلت مرا از رسیدن به با لقاء تو باز می‌دارد، دارد شناخت بزرگی نعمتهایت مرا متنبه میکنه و از این غفلت بیدار میکنه ببینید در اینجا کاملا تقابل بین این تو کلمه روشن میشه یعنی پسوند تنبه غفلت بیدار کردن از غفلت هایی که در زندگی برای انسان پیش میایه این میشه معنای تنبه پس بنابراین ما در عرف لغت به اضافه اون که لغویون بیان کرده در عرف متشرعه به یک پسوند مناسب دیگه هم میرسیم که عبارت از این که تنبه بیان کردن و بیدار کردن و آگاهانیدن از اون غفلت است که در زندگی انسان به وجود میه همونطوری که در این کلام حضرت علی علیه السلام, السلام می فرماید خدایا این استعداد ملاقات تو غفلت ها مانع شده اما وقتی ما بزرگی نعمت های تو را میبینم این بزرگی نعمت ها مرا بیدار میکنه از این خواب غفلت و مرا متنبه میکنه و تنبه میاره آگاهی میت و به شوق میاره به سوی لقاء تو و نزدیکی به محضر تو در صحیفه سجادی هم حضرت امام سجاد علیه السلام همین معنا را به بیان دیگر آمده بیان کرده حضرت می فرماید اللهم نبهن لذکرک فی اوقات الغفله به اینجا کاملا حضرت امام سجاد علیه السلام قضیه را آمده بسیار به طور واضح روشن کرده میگه آقا ببینید تنبه در قبال غفلت است که در زندگی انسان برای انسان پیش می و دعا میکنه خدایا مرا بیدار کن با ذکر تو در اوقاتی که غفلت برای ما آرز میشه ببینید در اینجا حضرت آمده چیکار کرده تنبه را پس از غفلت آمده بیان کرده یعنی در مواردی که انسان غافل میشه حتما نیازمند به یک تنبه کننده و تنبهگر است و عوامل تنبه زدا و عوامل که تنبه را این غفلت را از بین میبره لذا در نتیجه با این بیانی که ما خدمت شما و محضر همه بینندگان از عرض کردیم به این نکته پی میبریم که تنبه همیشه در عرف ائمه اطهار استعمال شده به اون چیزی که یک غفلتی در زندگی انسان پیش میایه و این غفلت ها انسان را به خواب فرو میبره خواب بصیرت انسان خواب معنویت انسان خواب دل انسان و قلب انسان خواب فیزیکی شاید نباشه خواب معنویت ها از درون انسان و از روح انسان این خواب ها به وجود میه بعد نیازمند به این است که بالاخره کسی باشه عامله باشه ابزار باشه و اسبابی باشه که انسان را از این قفلت ها در زندگی بیدار کنه حالا با این بیان میرسیم به تمایز تنبه با حد و قصاص و تعذیر و تعدیب استاد همینجا ما از شما میخوایم که به ما یک فرصت رو بتین تا ما پول ارتباطی رو اعلام بکنیم عزیزان از همین ابتدای برنامه با ما نظرات خودشان به اشتراک بگذارن انشاءالله بتونیم سوالاتشان در خلال برنامه از شما پرسان کنیم بفرمین نمبر مثبت 964 780 255 413 13 در خدمت شما بزرگواران هست 24 ساعته به طور مستقیم چه در زمان پخش برنامه به صورت زنده و چه در پخش های مجدد از فضای مجازی میتونین از این پول ارتباطی استفاده کنین و از کارشناس محترم که امشب جناب استاد هستن و ما در خدمتشان. استماع میکنیم تشکری بفرمایید از مجریان انتواداتی دارین حتما داشته باشین از کلیت برنامه از مفهوم برنامه از موضوعات برنامه نظرات خودتان حتما بسیار سازنده خواهد بود برای ما ارسال کنین تا بتوانیم لحظه به لحظه با شما عزیزان و همراهی نگاه شما عزیزان مفتخر باشیم و انشاءالله که بتوانیم بهترین ها را تقدیم شما عزیزان کنیم در خدمت استاد رزوی هستیم مبحث تنبیه من احساس می کنم مبحث بسیار مهمی هست جناب استاد دو نمونه بسیار مهم بارز از نمونه های عرفانی بسیار والا مانند صحیفه سجادیه و دعای شعبانیه را شما فرمودید مناجات های شعبانیه که در واقع کلمه تنبیه در این دو دعا بسیار واضح شده و ما از خداوند میخواهیم که ما را تنبیه کن این به معنای ادب کردن شاید نباشه به معنای بیدار کردن یا از خواب غفلت ها باشه به معنای در واقع ای که کسی رو بری ما روان کن تا دست ما رو بگیره و از خواب غفلت ما رو برهانه در خدمت شما هستیم بله همونطور که عرض کردیم هم فرمای شما بالاخره تنبه در قبال یک غفلتی است که در زندگی انسان به وجود می غفلت از معنویت ها غفلت از اون روح های سعادت مندانه و رسیدن انسان به کمالی که مطلوب در زندگی انسان حالا تنبیه با حد چه فرق داره مسلمه که حد یک حد معینی داره در موارد خاصی مثل حد سرقت و امثال اینها که باید تحت نظر حاکم شهر و ولی شهر اجرا شود اما در تنبیه اینطوری نیست همونطور که در تعذیر هم ولو حد معین نداره اما زیر نظر حاکم شهر باید اجرا شده در تنبه هیچ یکی از این دو خصوصیات وجود نداره یعنی نیازی نیست به توسط حاکم شهر باشه بلکه من، ولی، مدیر، معلم و هر کسی دیگری که کسی را در حالت غفلت ببینه این میتونه بیدارش کنه پس بنابراین هیچ گونه لحاظ دستور حاکم شهر و حکومت شرعی ای در اینجا وجود نداره همانطور که در تنبه حد معین هم نیست در قصاص و تعذیر با صوت و تازیانه و امثال اینها تهدید انجام میشه تعذیر انجام میشه اما در تنبه گاه آگاهانیدن روح انسان است لذا اصلا نیاز به این نیست که کسی را ما بزنیم یا گوشمالی بتیم یا تعذیرش کنیم توبیخش کنیم و امثال اینها کما اینکه فرق بین تنبه و تعدیب هم با این بیان تقریبا مشخص میشه تنبه یعنی آگاهانیدن یک عام یک کلمه عامی که میتونیم ما اون با ابزار مخصوص خودش بجا بیاریم اما تعدیب یعنی زدن اونطوری که در عرف الان رواج هست مخصوصا در آموزش در مکاتب در مدرسه ها تنبه تعدیب رو مرادف میگیرن با زدن در حالی که در تنبه یکی از ابزارهای تعدیب تنبه میتونه تعدیب باشه مرحله آخری که انسان دیگه دستش از سایر ابزارهای تنبه کوتاه میشه اونجا باید دست به تعدیب بزنه و هم با موازین خاصش که حالا اگر نیاز باشه در جلسات بعدی انشالله ترخواهیم کرد پس منابراین فرق بین تعذیر حد تعدیب با تنبه کاملا مشخص بشه تنبه یک معیار گسترده داره موازین خاص خودش را داره کاملا محدودش از حد جداست از تعذیر هم جداست و یک عام است که تعدیب یک از مصادیق تنبه هست یعنی زدن یک از ابزارهایی است که گاه ما میتوانیم در تنبیه از اون استفاده کنیم و در موارد خودش خودش این فرقی بین تعدیب و تنبه وجود دارم استاد من در واقع چیزی که ما برداشت کردم از فرمایش ها تاخیر شما تنبیه آن چیزی است که میتونه لسانی باشه آن چیزی است که میتونه گاهی اوقات در آخرین حدش فیزیکی باشه و در واقع تنبیه شاید برای همه افراد جامعه لازم باشه اما حد و تعذیر در واقع شاید فقط برای کسانی که جرمی مرتکب شدن شاید خطایی کردن که عمدی هم بوده به این خاطر آنها توسط حاکم شرعی به یک مقدار لازم از حد و یا تعذیر محکوم میشن ولی در مورد تنبیه همه انسان ها میتونن برای همدیگر الگو باشن تنبیه کنن همدیگر در واقع همدیگر از خواب قفلت بیدار کنن درسته. درسته بله درسته. یعنی تنبه همونطور که عرض کردیم و در مناجات شهبانی و کلمات ائمه هم استفاده شده که خیلی مواردش کم هم مسادیقش که اینطوری استفاده شده باشه بسیار در روایات و متون دینی ما کم است اما معمولا تنبه در قبال غفلت هم. در آیات قرآن عظیم و شعن ما اینطور داریم که ولا توتع من اغفلنا قلبه عن و ذکرنا و تبع هواه و کان امره فرطا یکی از آیات این طوریه که میگه شما اطاعت نکن از کسی که تو را به غفلت وادار کرده ببینید در اینجا آیه عظیم و شأن قرآنی پیامبر خودش رو تنبه میکنه اینجا حدی نیست قصاسی نیست تعذیری نیست تذکر است به عنوان بیدار کردن از یک چیزی که انسان گاهی از اون میتونه غفلت داشته باشه در شعن نزولش هم وارد شده که یک دست کسان آمدن محضر پیغمبر عظیم و شعن اسلام از سران کفار و قریش و امثال اینها اینا آمدن گفتن که خب پیغمبر پیش شما یک دست کسان حضور پیدا میکنه که اینا لباسشان فرسوده لباسهای خشین در وجودشان است و به تعبیری که در بعضی روایات و متون داره حالت بدبویی داره اینها البته ای به این تعبیر نیست که مثلا اینها اصحاب پیغمبر بدنشان بدبو بوده بلکه لباسهای خشین و پشم شطور و امثال اینها که در اون زمان استفاده می یک بوی خاصی داشته و اینها که بالاخره جزو سران قبایل یا کفار بوده از این حالت خوششون نمی آمده پیش پیغمبر آمدن یا رسول الله هر کسی که در نزد تو حضور پیدا میکنه مثل سحیب و خدمتتون عرض کنم که ابوذر و بلال و سلمان و امثال اینها اینها لباس های خشین در بر میکنم اینا از پس خود از پیش خود از کنار خود اینها را دور کن تا ما بیاییم به تو ایمان بیاریم خب حضرت اگر دستوری اینها را گشم داد برای ایمان آوردن اینها باید حرف اینها را گشم داد دستها همه از کنار خود میراند گفت که خب حالا اینها یک تعداد لباس های خشین در تنشان هست دیگه کنار من نباشه شما بیایید بالاخره مشک بویید و اتراغین خوش پوشید, خوش پوشید و خوشقامت و خوشقیافه و امثال اینها دیگه حتما من سروتمند اکثرشون بود بله شما بیایید در کنار من اما ببینید قرآن در اینجا چیکار میکنه قرآن در اینجا با یک بیان خودش به پیغمبر آگاهی عنایت میکنه و اون غفلتی را که خود آیه مبارکه داره در اینجا وجود داره از پیغمبر میزو میگه لا تو من اغفلنا شما اطاعت نکن پیروی نکن از کسانی که ما اینها را به حالت غفلت فرو بردیم به حالت غفلت فرو بردیم البته این به حالت غفلت فرو بردن اینها از باب اینه که اینها اعمال غافلانه داشتند خداوند که کسی را غافل نمکنه از مجازات های الهی که غفلت به دنبال داره ناآگاهی انسان پیش میه و این در واقع تابع اون اعمال انسان رفتار انسان و مجازات هایی است که خداوند متعال انسان را و کسانی را که به حالت غفلت هست در میاره میگه شما اطاعت نکن پیروی نکن از کسانی که اینها اینها را ما به حالت غفلت در آوردیم به خاطر مجازات از اون اعمالی که در حقیقت اینها داشتن ببینید اینجا کاملا میای چکار میکنه تنبه و آگاهانیدن و در حقیقت متنبه ساختن از پی اون غفلتی را که حادث شده برای پیغمبر گشتت میکنه و علتش هم آی قرآن بیان میکنه میگه و کان امرو فرو تا اینها کسانی است که در زندگیشان زیاده روی میکنند و زیاده خواهی میکنند افرات افراد, افراد میکنند مزیت دینی به تقوای الهیه مزیت دینی به مال نیست به ثروت نیست به زیبایی قیافه و اندام نیست به خوشپوشی لباس نیست بلکه به اون تقوا و کرامت الهیه که برای انسان چی ارزان میشه ارزانی میشه لذا در اینجا آمده آیه قرآن تنبه و تنبه کردن را پس پی یک غفلتی برای پیغمبر عظیم و شعن خودش بیان کرده آیات دیگر هم هست و لقد ذرعنا جهنم ببینید این آیه خیلی هشدار دهنده است برای انسان میگه اگر انسان غافل شوه جایگاهش جهنم و لقد ضرعنا جهنم کثیرا من الجن و الانس میگه ما ای جهنم رو جایگاه آماده کردیم برای بیشتر انسان ها و اجنه چرا لهم قلوب لا یفقهون بها اینها دل های مرده دارند در حقیقت دل های زنده به بصیرت ندارند لهم اعین لا یبصرون بها چشمه های اینا هم حقیقت را نمیبینه بصیرت ندارند چشم دلشان بسته شده چشمه معرفت از دل اینها کاملا چی شده برداشته شده و لهم آزان الله اسم اونو به اینها هم در واقع پن... های غفلت آمده این گوشهای اینها رو چیکار کرده بسته کرده اینجا تعبیر خیلی عجیبی داره میگه کسی که در غفلت بسر میبره اینها مثل حیوانات اینهایی که چشمشان بسته هست قلبشان بسته هست گوششان بسته هست اولائکه کل انعام بل هم ازل بلهم ازل یعنی هیچ ارزش از نظر دین نداره چرا علتش هم مگه اولائکه هم الغافلون عجب ببینید چقدر این قضیه بیدار کردن از غفلت ها و تنبه دادن از غفلت ها در زندگی انسان در عرف دینی دارای یک ارزش ماهویه که میگه اگر کسی در حالت غفلت بود چشمش بسته بود گوشش بسته بود قلبش بصیرت نداشت بیاین بیدارش کن و متنبهش کن تا از پسترین رزالت ها مثل حیوان چارپا که هیچ بصیرت نداره بلکه بدتر از او یعنی منجمدن اینها غفلت این حالت را برای انسان به وجود میاره بعضی وقتا انسان را بدون بصیرت میکنه مثل حیوانات بعضی وقتا انسان را از حیوان هم پستر میکنه یعنی یک حالت انجماد برای انسان وجود به وجود میاره که هیچ گونه ارزش معنوی در وجودش نیست و این اهمیت تنبه از غفلت ها را برای انسان چی روشن میکنه و پدیدار میسازه و این نکته آیه مبارکه با این بیان خودش ما را متوجه میکنه که ای انسان اگر کسی در حالت غفلت فرو رفته بود با مدیریت خودت بیا اینو بیدارش کن اینجا وظیفه خانواده ها مدیران کارآمد جامعه روحانیون اساتید معنوی دین منبرها و وعظها کاملا روشن میشه وظیفه ما چیه بیدار کردن انسان ها از حالت غفلت تنبه کردن انسان ها از حالت غفلت حالا این در موارد امر معروف میتونه باشه یک کسی معروف ها را به جا نمیاره یک کسی منکر ها را به جا میاره در هر دو مورد لازمه که این مدیران کارآمد پنبه های غفلت را از گوش جوانان ما دختران و پسران و پیر مردهای ما زن و مرد بیرون کنه تا اینها در مسیر معنویت الهی گام برداره این وظیفه بسیار بسیار خطیر و ارزشمند بسیار لطف کردین استاد عجمند جناب رزوی لحظات کوتاه از محضر شما مرخص میشه استاد میان برنامه را از زان بینه. از زان ما در اتاق فرمان آماده کردن با هم میبینیم و در خدمت شما خواهیم بود در بخش دفول در خدمت شما هستیم به صورت رسانه ای به لحظات کوتاه شما دور خواهیم شد و زودی بر خواهیم گشت همچنان با بحث تنبیه از مسادق معروف مون کرد در خدمت جناب استاد رزوی خداوندا زندگی سرشار از هزاران نگرانی است و ذهن از یک فکر و سوی فکر دیگر پرواز می کند در میان چنین حیاهویی شنیدن ندای خاموشی که در قلبم با من سخن میگوید دشوار است خدایا مرا موهبت آن بخش که ذهنم در کشاکش این قوقای روز مره بر تو متمرکز باشد و هر روز دقایقی با تو ارتباط برقرار کند چنان متبرکم کن که ندای تو را بشنوم و سیمای تو را که پر از لطف و زیبایی است و چشم دل مشاهده کنم مهربانا هزاران شکر که در کنار من و قرار و آرام دلهای بیقرار من جستو چه و جستو که خانیم که همه تویی و جستو همه هیچ تو برایم امید محضی هر نفسی که میکشم در انتظار نفس بعدی میمانم. یعنی به تو امید دارم. خداوند لحظات من را قرین رحمت و مهربانیت بفرما و ما را در ادامه راهمان تنها مگذار که یک لحظه بی تو ویرانی دنیایی است ای همدم و مونس کسی که همدم ندارد لحظه های من را با یادت بخیر کن یا رب العالمین میان شادی دیدار و انتظار یکی همیشه قسمت مرد است از این دوتا یکی هزار دوست غمم را شنیده است ولی نیامده است بیاری از این هزار یکی به سویت آمده ام با دو همسفر همراه به سویت آمده ام با دو سفر همراه دل شکسته یکی جان بیقرار یکی تو پادشاه عالمی بتنهایی تو پادشاه عالمی به تنهایی من از میان گدایان بیشمار یکی به نام هیچ کسی به نام هیچ کسی به جز تو پر نخواهم زد که نیست مثل تو در خلق روزگار یکی اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه هم عرض سلام، ادب احترام و مادنباشی مجدد خدمت یکایک شما بزرگواران خوشحال هستیم که در بخش دوم برنامه امشب به وقت بیداری همچنان میتوانیم از نظر شما بزرگواران استفاده بکنیم در بخش دوم امشب ام همچنان در بخش دوم برنامه امشب همچنان در مسجد استاد ارجمند خودم جناب حاج آقای رزوی هستیم همچنان در بحث تنبیه از ایشان میشنویم آیه بسیار رزشمند در اواخر بخش اول استاد فرمودید من میخوایم که یا آیه را آدرس بر ما عنوان کنیم استاد شاید دوستان بخوایم که بخیر آیه را از بله هم آیه مبارکه که خدمت تان عرض کردم در سوره اعراف آیه 179 بله در خدمت شما هستیم استاد بحث بخش اول ان شاءالله می‌خوایم که همچنان بنده سر سراپا گوش باشم از فرمایشات حضرت علی بیشترین استفاده را اول عزیزان ببینند و دومن خودم ببرم در خدمت شما عرض سلام مجدد دارم محضر همه بینندگان عزیز و خود شما حالا ما در مورد اهمیت غفلت و بیداری از غفلت ها و تعبیر تنبه از غفلت ها آیه مبارکه را عرض کردیم در احادیث هم اگر ما مراجعه کنیم با همی سبک و سیاق ائمه اطهار آمدن مسئله تنبیه از قفلت ها را مطرح کردن بنده فقط به عنوان نمونه برای احراز اهمیت تنبیه از قفلت ها دو تا حدیث را ذکر میکنم حدیث اول از احادیثی است که در شب معراج به پیغمبر عظیم و اسلام دستور داده شد یا احمد لا تغفل ابدا ببین این حدیث خیلی زیبایه و غفلت جدای اهمیت تنبیه کردن از غفلت ها را برای ما کاملا روشن میکنه در چه زمان مهمی استاد در چه زمان در, مراج در شب معراج و پیغمبر سفارش میکنه یا احمد ای پیامبر عظیم و شعن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم اصلا غافل نباش این لا تخفل کلمه نهیه میگه اصلا غفلت رو دور کن از خودت البته در این شکی نیست که بعض غفلت ها غفلت های عملی است در زندگی انسان انسان خودش رو به تغافل میزنه واقعیت ها رو میبینه واقعیت ها رو درک میکنه و به او مفاهیم ارزشمند در زندگی کاملا اطلاع داره و آگاهی داره اما خودش را کاری میکنه که در واقع مثل یک انسان خواب آلود در حالت غفلت باشه در ادامه حدیث داره من غفل عنی لا ابالی به ای وادین هلک خداوند متعال میفرماید بر تو غفلت را از خودی دور کو و این را بدان هر کسی که از من مرادش خدا متعال قرب مکانی رو داره مراد از من در اینجا در حدیث مبارک قرب مکانی یا قرب زمانی نیست که از من یعنی از خانه من از منزل من بلکه از احکام من از دستورات من از اون چیزی که من به عنوان ابزار رسیدن به کمال معرفی کردم به پیامبر خودم و به توی پیامبر که اینه به مردم برسانی اگر از اینها کسی غفلت کنه میگه لا اوبالی به ای وادین حلک اصلا من به این اعتنانم بکنم که در کدام وادی غفلت از دنیا بره یعنی با چی دینی با چی فرهنگی با چی شیوه که انسان را از کمال و سعادت دور کرده در کجا بیمیره و به چی زمان بیمیره و به چی کیفیتی بیمیره میگه من اصلا به این اعتنا نمیکنم یعنی اگر کسی غفلت ها را از خودش دور نکنه خداوند متعال کاملا توجهش از این بر مگرده و این مفاد همون آیاتی است که میفرماید اگر کسی در زلالت فرو رفت خداوند زلالت او را زیاد میکنه یعنی اگر ما راه های گمراهی را طی کردیم و خود ما با قدم های ما با گام های ما با فکر ما با عقل ما با مغز ما با هوش ما به سوی راه های بد و پلشت رفتیم اینجا بعد زلالت ما چی میشه؟ در قبال اون عمل ما مجازات سنگین از طرف خدا برای ما میایه و ما را به منجلاب بیشتر زلالت ها و گمراهی ها و غفلت ها فرو بره. لذا باید حتما توجه داشته باشیم که ما بانک های غفلت پنبه های غفلت را از گوش ما از دل ما از قلب ما از جان ما بیرون کنیم و با تنبه هایی که از طرف متنبه انجام میشه چی در مورد معروف ها باشه چی در مورد منکر ها باشه توجه کنیم و غفلت ها را از ما دور کنیم استاد در ادیه اسلامی که از بزرگان ما از معصومین علیه السلام به ما رسیده در دعای حضرت زهرا سلام الله علیه علیها حضرت میفهمند الهی لا تکلنی نفسی اله نفس نفسی الا نفسی عین نبدا بله این لحظه لحظه ای حتی مرا به خودم وا درست این در واقع من فکر می کنم که این نکته به یادم اومد که در تتمه کلام حضرت علی ما به بحث قفلتی که خداوند در شب میراج به حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودن لا تقفل درست این قفلت شاید در نتیجه یعنی یکی از چیزهایی که ببینید اگر انسان به خودش واگذاشته شد دیگه اونجا مثل اینه که انسان در یک هوا و فضایی که اونجا هیچ گونه جوی وجود نداره و معلق شوه احتمال کشیده شدن به هر طرف اونجا وجود داره اگر انسان تسلط بر نفس خودش پیدا نکرد اگر انسان اون راه های سعادت را با دست خودش و با فکر خودش از خودش دور کرد آداب دینی را رعایت نکرد پایبند به دستورات الهی نبود پایبند به حقیقت و معنویت دینی نبود اونجا به خودش واگذاشته میشه وقتی به خودش واگذاشته شد احتمال کشیده شدنش به هر طرف موجوده نفس انسان هم همینطوریه اگر ما به خود ما واگذاشته شدیم یکی از چیزهایی که احتمال داره به وجود بیایه اضافه شدن پرده های غفلت روی غفلته یعنی پرده, پرده, های غفلت متفاوت همونطور که مراتب تقوا متفاوته مرحله پایین داریم تا مرسه به مراتب بالاتر که حضرت پیغمبر و ائمه اطهار برخوردار از اون بوده مراتب نزولی هم همینطوریه یعنی اگر انسان در پرتگاه واقع شد آدم در دریا اگر واقع شد احتمال داره یک قدم داخل دریا فرو بره احتمال داره صد قدم و احتمال داره هزارا متر در دریای عمیق و منجلاب فرو بره فرو بره و نفس انسان هم اگر خداوند ما را به خود ما با واگذاشت که در موارد به خاطر مجازات کارهای خود ما هست که به خود ما واگذاشته میشیم اونجایی که دیگه بالاخره پرده های غفلت پشت پرده های غفلت در وجود ما در روح ما معنویت ما آویخته میشه و ما را از اون شاهراهای سعادت دور میکنه و این مفاد اون حرفیه که شما فرمودید و روایت دیگری که حضرت علی علیه السلام میفرماید و این ای هم اهمیت تنبه از غفلت ها را برای ما روشن مکنه حضرت میفرماید الغفلت و ازر الاعداء آدم ازر. دشمن داره یک وقت دشمن آدم خیلی ضعیف است یک وقت دشمن آدم بالاخره یک مقدار قوی تر میشه قوی تر میشه قوی تر میشه اما یک مرتبه هست که دشمن یک انسان با هواپیماها و بمب های خطرناک دنبالش میفته یک آدم را شما ببینید این همه خطرات را چطور بالاخره از خودش دفع کنه غفلت هم همین طوریه میگه گناه مراتب خاص خودش را داره هر گناه انسان را پرت میکنه دشمن انسان میشه اما غفلت ضررمندترین دشمنان انسانه که انسان را از معنویت چی میکنه دور میکنه چون پرده های غفلت همونطوری که گفتیم متفاوته اگر کسی غفلت پیدا کرد در منجلاب بدبختی ها فرو میره پس گرفتار بدترین حالت ها میشه و ای به وسیله غفلت بوده که انسان را از قرب، از معنویت، از تفکر، از اندیشه، از اخلاق و از همه چیز دور کرده و سببش در حقیقت غفلت بوده لذا غفلت ضررمندترین ترین دشمن انسان به تعبیر احکم الحکما حضرت علی علیه السلام است و الله امیدوار ما متنبه باشیم از غفلت‌ها. ها بسیار تشکر پس ما بیشترین ضرر از قفلت های میبینیم بله شکی نیست بیشترین خسارت ها و بیشترین افسوس هایی که در پی داره از غفلت‌هایی است که ما در زندگی ما دوچارش میشیم این قفلت ها گای اوقات غفلت است ولی بیشتر اوقات غفلت‌هایی است عمدی که میتونیم اصلاح کنیم ولی متاسفانه هیچ تلاشی برای انها. نمیکنه استاد از مصادیق تنبیه شما برای ما بگین بالاخره ما میخواهیم که کمی بحث اخلاقی تر شود و در دقایق پایانی برنامه می خواهیم که کمی روی روی صحبتتان با جوانها باشه با بله خدمتتون عرض کنم و همچنین به عزیز که مصادیقی که تنبه از غفلت‌ها در اونجا واقعا باید انجام شود در زندگی های فعلی ما با این وضعیتی که الان در جامعه و دنیا پیش آمده خیلی فراوان و زیاده بله. یکی از اینها که حقیقتا به او توجه نمیشه مخصوصا جوانان عزیز ما الان به او جوان توجه نمیکنه عمر انسان است و الان ما عمرهای شست هفتاد ساله خود را در کدام مسیر و در کدام راه خرج میکنیم اینها پرده های غفلت که در زندگی انسان و به خصوص جوانان فعلی ما به وجود میه ببین ما شبه های خود را با برنامه های به هدف تلویزیون موبایل ها رفتن در سایت هایی که هیچ گونه منفعت غیر ضرر نداره در شب های کذایی و با دوستان کذایی سپری میکنیم در حقیقت عمر ما را آمدیم از تعالی از اخلاق از معنویت و معرفت دینی دور کردیم و این یک اندوهیه که متاسفانه در جوامع فعلی برای عمر انسان پیش انسان از عمر خودش باید قشنگ استفاده کنه چون در بعضی تعبیرها هست عمر تلاست ما میگیم عمر تلا نیست عمر کیمیاست چرا کیمیاست؟ یعنی یک چیزیه که دیگه پیدا نمشه لحظه لحظه های عمر انسان ارزشمنده و انسان از این سرمایه بسیار بسیار پرفیض الهی که خداوند در اختیار انسان گذاشته باید درست استفاده کنم چون زمان می که اگر این عمرها را ما درست ازش استفاده نکنیم اندوه فراوان در زندگی ما پدید می اندوه دنیوی حالا معنویش که به جای خودش آخرتیش که به جای خودش بعد از 60 سال هفتاد سال زندگی ما می بینیم این زندگی ما پر از غفلت ها در عمر ما سپری شده و از عمر خود ما هیچ بهره ای نداریم دست خالی از این دنیا سفر مکنیم او دنیا هم که دیگه آیه قرآن میگه و هم یسترخون فیها کسانی که با غفلت از این دنیا مرند وارد جهنم میشن در جهنم یسترخون فیها فیها این کلمه سرخه خیلی یک مفهوم وسیع داره میگه وقتی انسان با غفلت از عمر خودش در جهنم مره و در عمر خودش قشنگ از این عمر زیبایش و از این کیمیایی که الان از دستش رفته استفاده نکرده اونجا صدایش بلند میشه سرخه به معنای یک زجه های دل فروبر و در حقیقت او چیزیه که دل دیگرها را نمناک میکنه و دل انسان را میشکنه یک صدای بسیار بالاخره ناله انگیز یک صدای بسیار بسیار دل سوز و سوزناک از اینها بلند میشه و هم یستر خون فیها وقتی در جهنم مرند سر صدایشان سوزناک بلند میشه چرا بعد چی میگن میگه ربنا اخرجنا خدایا ما را از این جهنم بیرون ببر نعمل و صالحا تا اون غفلت هایی که ما در زندگی داشتیم و عمل خوب به جا نیاوردیم عمل صالح بجا جا عمل صالح تنها معنایش قرآن خواندن نیست تنها نماز خواندن نیست اینها ستون های عمل صالح عمل صالح تعالی هست پیشرفت هست استفاده کردن مناسب و به بهینه از زندگی هست مراوده های نیکو با دیگران و اخلاق خوش رفتار کردن با دیگران هست همه ای اینها جز اعمال صالح هست میگه ما در زندگی ما در غفلت به سر بردیم عمر ما به غفلت رفت خدایا الان با این جهنم سوزان ما چیکار کنیم ما را از اینجا خارج کن بعد صدا و اولم یعمر کم ما عمر به شما عنایت نکردیم شما را پنجاه سال، شهست سال، هفتاد سال، هشتاد سال زندگی ندادیم در اون دنیا فرصت نداشتیم فرصت نداشتید فرصتی که یتذکر و من بود یعنی فرصتی کسی که حقیقتا پنبه های غفلت را از گوش خودش با تنبه در بیاره اونجا موجود بود کسی که میخواست تذکر پیدا کنه کسی که میخواست تنبه پیدا کنه کسی که میخواست هوشیار شوه و بیدار شوه در اونجا ای زمان و ای عمر موجود بود حالا دیگه اونجا کار از کار گذشته میگه فزوق و ای عذاب رو بکشید در بعض سه, سه دقیقه وقت بله در بعض آیات مبارکه قرآن عظیم و هست که میگه کلا وقتی انسانها در جهنم مره و در حقیقت با این غفلت‌ها زندگی خود تایی کرده و از این دنیا رفته اونجا التماس میکنه میگه خدای ما رو برگردان کلمه کلا در آیات استعمال شده میگه هرگز امکانش نیست شما را ما یک عمر تجربه دادیم تجربه خود ثابت کردید دیگه چیز از دست شما بر نیامد کار صالح انجام ندادید ببینید اینها همه در مورد اینه که این غفلت انسان را از شاهراه سعادت بیرون میکنه اگر انسان میخواهد حقیقتا به سعادت برسه و به کمال برسه و به لقاء الهی مخرب شود و خوب باشه به تعبیر ما چه جوان باشه چی پیر باشه چه هر کسی دیگر باشه باید از عمر خودش استفاده کنه و این یکی از مصادیقی است که باید انسان پنبه های غفلت در مورد او از گوش خودش بیرون کنه پس در نتیجه عزیزان بیننده یکی از چیزهایی که حقیقتا در زندگی ما باید از اون استفاده کنیم تنبه و بیدار شدن از خوابهای غفلت ها. چی در انجام معروف ها و چی در ترک منکرات بسیار لطف کردیم استاد تشکر میکنیم فرصت ارزشمند خودتان در اختیار برنامه خودتان قرار دادین ان که بتونیم در چهارشنبه های بعدی هم در خدمت شما باشیم باش. از شما خداحافظی میکنیم کنیم خداحافظ شما از شما و نگاه مهربان شما بزرگواران هم تا چهارشنبه بعد خداحافظی میکنم ان شاء که بتونیم به شرط همچنان در خدمت شما باشیم در مزار استاد رزوی عزیز با بحث مصادیق معروف و منکر دعای آخر ما اللهم این و منک و من رسولک و من حجتک <applause>